دوستان سلام. حالا دیگر HIV برای بسیاری از مردم شناخته شده است و هنگامی که از این ویروس حرف زده می شود، بیشتر افراد درباره راه‌های انتقال، پیشگیری و درمان آن اطلاعاتی دارند. اما در عین حال ویروس‌های خطرناک دیگری هم هستند که لازم است شناخته شوند و با اینکه شایع هستند، حرفی از آنها به میان نمی آید. یکی از این ویروس‌ها HPV است. ویروسی که میتواند به بیماری‌های مانند زیگیل تناسلی یا سرطان دهانه رحم منجر شود و از آنجا که سرطان دهانه رحم پس از سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان محسوب می‌شود، شناسایی و پیشگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد. این ویروس HPV یا پاپیلومای انسانی از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شود. این ویروس عامل زیگیل تناسلی و در برخی موارد سرطان، به خصوص سرطان دهانه رحم است. HPV بسیار شایع است و بیشترین احتمال ابتلا به آن بلافاصله بعد از شروع فعالیت‌های جنسی است. مسئله‌ای که نباید از آن غافل بود این است که انتقال این ویروس به ارتباط کامل جنسی بستگی ندارد، بلکه از طریق تماس پوستی در ناحیه تناسلی هم منتقل می‌شود. متأسفانه باید بگویم آلودگی به این ویروس در کشورمان زیاد است و مطالعاتی که انجام شده نشان می‌دهد مشابه کشورهای غربی و حتی بیشتر است. این موضوع به تغییرات رفتاری، بی اطلاعی مردم و واکسینه نشدن در برابر آن برمی‌گردد. برای پیشگیری از ابتلا به رفتارهای سالم و محافظتی هنگام برقراری رابطه جنسی، از جمله استفاده از کاندوم و به حد اقل رساندن تعداد شرکای جنسی در طول زندگی، واکسیناسیون و غربالگری نیاز است. این ویروس در مراحل اولیه علائمی ندارد که بتوان آن را تشخیص داد، اما با غربالگری میتوان با آن پی برد. در واقع زنانی که رابطه جنسی دارند لازم است برای غربالگری مراجعه کنند و این غربالگری را به فواصل مختلف 2 تا 3 سال تکرار کنند. نکته مهمی که درباره این ویروس وجود دارد این است که برای آن واکسن وجود دارد، در حالی که برای هیچ سرطان دیگری واکسن وجود ندارد. ویروس پاپیلومای انسانی که به سرطان دهانه رحم منجر می شود واکسن دارد و تحقیقات نشان داده تزریق این واکسن بیش از 90% مؤثر است. این واکسن بهتر است از 11 تا 14 سالگی تزریق شود، چون آن موقع زمانی است که سیستم ایمنی قوی است و بدن هنوز در معرض این ویروس قرار نگرفته است. اما متاسفانه اطلاعات درباره آن در کشور ما کم است و اشخاصی که آگاهی داشته باشند خودشان این کار را انجام می‌دهند، در حالی که لازم است به طور جدی‌تر نسبت به واکسیناسیون این ویروس اقدام شود. به طور کلی در دنیا سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه که غربالگری به خوبی انجام نمی‌شود بیشتر است و ما هم لازم داریم این غربالگری را جدی‌تر دنبال کنیم و اقداماتی برای سراسری بودن آن انجام شود. اما سوال اینجاست که در صورت ابتلا این ویروس قابل درمان است؟ شاید بتوان گفت درمان قطعی وجود ندارد، اما برای هر کدام از عوارضی که این ویروس ایجاد می‌کند، از جمله زیگیل‌های تناسلی، سرطان دهانه رحم و از این قبیل، درمان‌هایی وجود دارد که هر چه سریع‌تر شروع شوند بیشتر تأثیرگذار هستند. با این حال باید هزینه‌های بالای درمان را هم در نظر داشت و با توجه به شناسایی نه چندان ساده و هزینه‌های بالای درمان، بهترین راه پیشگیری است. همانطور که اشاره کردیم کشور ما جزو کشورهایی است که در مرحله گذار از سنتی به صنعتی است و این وضعیت در کنار مزایا آسیب‌های خودش را هم دارد. در چنین کشورهایی بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی تغییر می‌کند و لازم است که جامعه متناسب با این تغییر ارزش‌ها آمادگی‌های لازم را داشته باشد و ناگهان دستخوش بسیاری از حملات و خطرات قرار نگیرد. چالش هایی که در جامعه مدرن وجود دارد ممکن است کشورهای در حال توسعه را در معرض خطر قرار بدهد و تغییرات رفتاری را شاهد باشیم که به تبع آنها بیماری های ایجاد می شود. ما در حال حاضر جامعه‌ای داریم که رفتارهای جنسی در آن تغییر پیدا کرده و بیماری های مقاربتی و وابسته به رفتار جنسی فرد یا شریک جنسی باید جدی گرفته شود که یکی از آنها ویروس HPV است. این ویروس مردان را هم دچار سرطان خواهد کرد، ولی درصد درگیری آنها به مراتب کمتر از زنان است. هم در زنان و هم در مردان HPV های تناسلی می توانند باعث شوند زیگیل ها یا زایات تناسلی به وجود آید و در مواردی به سرطان منتهی شود. با این حال قشری که بیشتر در این زمینه آسیب می خورند زنان هستند. بنابراین لازم است که نسبت به این ویروس و بیماری های ناشی از آن اطلاعات کافی در اختیارشان قرار داده شود. یک پزشک متخصص در این مورد چنین میگوید: متاسفانه اطلاعات در این زمینه بسیار کم است و
حتی زنانی که تحصیلات دانشگاهی و فعالیت اجتماعی دارند هم گاهی این ویروس را نمی‌شناسند. ما مراجعانی داریم که میگویند چرا ما هیچ چیزی در این زمینه نمی‌دانستیم. حتی هنرپیشه جوانی به من مراجعه کرد که دچار این ویروس شده بود و میگفت چرا به مردم درباره HPV اطلاعات داده نمی‌شود و من اصلا خبر نداشتم که چنین ویروسی می‌تواند وجود داشته باشد. البته او و دیگران حق دارند. این وظیفه پزشکان و اهالی رسانه است که آگاهی های لازم را به مردم بدهند و مخصوصا در این شرایط که فضای مجازی و اینترنت سرعت نشر اطلاعات را بالا برده، میتوان از این فضا برای ارتقای سلامت مردم کمک گرفت. زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه این حق را دارند که درباره بیماری های مربوط به خودشان اطلاعات لازم را داشته باشند. این حق را به آنها بدهیم و در اطلاع رسانی نسبت به این بیماری ها کوتاهی نکنیم. حتی شما دوست عزیز که به تماشای این ویدیو نشسته اید، می توانید با اشتراک گذاشتن آن دوستان و بستگانتان را از این موضوع آگاه کنید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.